در حالی که اعتراضات در ایران سومین ماه خود را پشت سر گذاشته و آمار کشته ها از 300 نفر گذشته به نظر می رسد روی, روی معترضان با پلیس و لباس شخصی ها هفته به هفته خونین تر می شود به شکلی که چهلم هر اتفاقی آغازی بر یک اتفاق جدید است همکارم سعید بهاری گزارش می دهد رفت و برگشت اعتراضات از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ایران و بالعکس و فراز و فرود آن در طول سه ماه گذشته حاکی از آن است که نه معترضان خسته شدند و نه نیروهای پلیس و بازوان لباس شخصی ایشان قصدی برای ترک میدان و واگذاری صحنه نبرد را دارند شعارهای معترضان به حد اعلی رسیده و رأس نظام سیاسی ایران را هدف گرفته است و پلیس هم متقابلا خشونت و سرکوب معترضان را به حد اعلی رسانده است مردم به دیوار نویسی شبانه رو آوردند و حاکمیت فیلم شناسایی و ردگیری آنها توسط پهبادهای سپاه را منتشر می کند. فجایع خونبار جمعه های پیاپی در زاهدان و خاش هرچند با اعزام هیئت ویژه از سوی رهبر ایران برای دلجویی و تلاش برای بازگشت آرامش پیگیری شد اما نهایتا موفقیتی کسب نکرد و فرستاده ویژه رهبر ایران عملا با تهدید و ارعاب مخالفان اهداف ترسیم شده مأموریتش را ناکام گذاشت. حضور افراد مسلح به انواع سلاح های و جنگی و تیراندازی و کشتار غیر نظامیان سوژه اختلاف حامیان و مخالفان حکومت ایران در شبکه های اجتماعی فارسی زبان طی ماها و هفته های اخیر شده است. از یک سو حامیان نظام از پروژه کشت سازی دم میزنند و مدعی نیروهای پلیس و لباس شخصی ها و بسیجی ها فاقد سلاح جنگی هستند و از سوی دیگر معترضان ویدیوهایی را بازنشر می کنند که در آنها افراد کم سن در پی اصابت گلوله در سر و نقاط بالاتنه کشته شدند در حالی که دست خالی بودند و یا فقط شعار می دادند. و متقابلا حامیان حکومت ویدیوهایی در نقض این موارد بازنشر می کنند. در کنار همه این فجایع کشتار ایزه توجه بیشتری را به خود جلب نمود آنگاه که کیان نه ساله در پی اصابت گلوله جنگی در این شهر استان و خوزستان کشته شد و احساسات زیادی را در داخل و خارج ایران و شبکه های مجازی فارسی و غیر فارسی متوجه این جنایت کرد رسانه های ایران اما صدا و سیما و خبرگزاری های دولتی و شبه دولتی تقصیر را گردن تروریست ها انداختند اما فضای مجازی و خانواده به ویژه مادر کیان مقصر را معموران حکومت و رهبر ایران دانستند. مقامات ایران نیز میگویند تعدادی از مأموران هم در حادثه ایزه کشته و مجروح شدند و ویدیوهایی از شلیک افراد مسلح به دوربین های شهری در ایزه نیز منتشر شده و افرادی را نشان می دهد که با لباس شخصی اسلحه گرم در اختیار دارند و بی هدف شلیک می کنند. سعید بهاری اخبار شیه